تأسیس کربلا نه فقط بهر ما تم است، دانش سرا و مکتب اولاد عالم است. از خیمه های سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جایی هستید تنتان سالم باشه، دلتان خرم. با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در خدمت شما بزرگواران هستیم، در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر کاظم، محمد کاظم توکلی، نویسنده، استاد حوزه و دانشگاه هستیم با موضوع تجلی اخلاق در نهضت حسینی. سلام علیکم جناب دکتر توکلی گرامی، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. خدمت شما جناب آقای حیدری و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خواهران و برادران بزرگوار، فارسی زبانهای عزیز در هر جای دنیا که هستند، سلام و عرض ارادت داریم و ایام اسارت و حزن و عزای اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله در این فرصت مبارک بتونیم برنامه داشته باشیم که مفید فایده باشه و برای بینندگان عزیز ما درس آموز و عبرت آموز بوده باشه انشالله. اگر شما در هفته گذشته برنامه را دیدید یا در فضای مجازی دنبال کردید، در ادامه بررسی موضوع برنامه که تجلی اخلاق در نهضت حسینی هست و ارزشمندترین فضیلت رسیدیم، مهمترین و برجسته‌ترین فضیلت انسانی و اخلاقی عدالت هست و اصولا در او جلسه به این نتیجه رسیدیم از بحث های کارشناس محترم که عاشورا نبردگاه عدالت و ظلم هست و یکی از اصولی ترین انگیزه‌ای که امام حسین دست به قیام زد و جان شریفش را او را تقدیم کرد مقابله با ظلم و برپایی عدالت بود. و در او برنامه گفته شد نزاع دین و شبه دین بود در روز عاشورا. خب اگر این در این جلسه اجازه بدید این سوال از کارشناس محترم بپرسیم که جناب دکتر توکلی گرامی، در اون نبردگاه و آوردگاه عدل و ظلم و دین و شبه دین وقتی که اتفاق افتاد، ما بخوایم اون واقعه رو بررسی کنیم با این هدف که برای ما چه درس ها و چه پیام هایی داره، برای زندگی امروز ما چه درس ها و پیام هایی داره که به قول شاعر عاشورا تعلیمگاه خلق عالم هست و با اون حادثه با شهادت امام حسین تمام شد، اما درس ها و پیام های او قطعا برای ما ماندگار و جاودانه هست. خب چی در مهمترین درس هایی که ما میتونیم از واقعه عاشورا با توجه به این فضیلت عدالت و مبارزه با ظلم اگر بخوایم برشماریم، به چی درس هایی میرسیم میتونیم اشاره کرد؟ بحث رو از اینجا شروع میکنیم که اصلا انسان بزرگترین آرمانش در زندگی تحقق عدالت به معنی واقعی کلمه و در ابعاد مختلفش بوده. بله. از اون زمانی که انسان پا بر روی زمین گذاشت و جنگ حق و باطل شروع شد، نزاع بر سر عدل و ظلم هم در گرفت، از جنگ هابیل و قابیل گرفته تا بعد جنگ پیامبران با طاغوت‌های زمان، یک عدالت یک آرمان انسانی است. در طول تاریخ مظلومان، پابرهنگان، سیلی خوردگان، مستضعفان تاریخ آرزوی تحقق عدالت را داشتند.
خب در مقاطعی از تاریخ به صورت نسبی عدالت توسط پیامبران و اولیای الهی تحقق پیدا کرده و البته ظلمه و طاغوت‌های زمان، مستکبران، خودکامگان تاریخ در مقابل این اولیا و انبیا ایستادن، ولی جنگ دائما مستمر بوده و ادامه داشته تا میرسیم به دوران حیات پیامبر بزرگوار اسلام که معروف هست به دوره جاهلیت. چرا به عصر پیامبر میگن دوره جاهلیت؟ زیرا ببینید جاهلیت اینجا صرفا به معنی نادانی و بیسوادی نیست آنچنان که مردم فکر میکنن. قطعا نادانی و بیسوادی تأثیر داشته، اما مهمترین عنصری که قرآن از این عصر تعبیر به جاهلیت میکنه خشونتگرایی و در واقع صفاکیت، ظلم و نظام قبیله‌ای، نظام طبقاتی که بر جامعه حاکم بوده و انسانها به اون حق بایسته و شایسته خودشون نمیرسیدن و در واقع این سیستم یک سیستم نجات پرستانه مبتنی بر تعاملات خونی و ارتباطات قومی و مبتنی بر قدرت و زور و تحکم و غلبه بوده. بله، لذا عصر قبل از پیامبر رو میگن عصر جاهلیت. پیامبر آمد این نظام ارزشی در واقع که یک نظام ضد اخلاقی، ضد انسانی و ضد عدالت بود وارونه کرد و هر چیزی در حد وسع خودش در جای خودش گذاشت و تلاش کرد که نظام حاکم بر جامعه انسانی در جزیره العرب، در سرزمین حجاز، یک نظام انسانی و اخلاقی و عدالت محور باشه. بله. خب تا جایی پیغمبر موفق هم شد، موانعی هم وجود داشت از جمله جنگ ها و مشکلات دیگری که بینندگان عزیز ما کم و بیش اطلاع دارن، تا اینکه حدود 50 یا 60 سال از دوره بعثت پیامبر و هجرت پیامبر گذشت و اتفاق افتاد در امت اسلامی چیزهایی که نباید اتفاق می افتاد. در واقع پیامبر زمینه ها را آماده کرد. بله. با توجه به اون فرصت اندکی که داشت و این تغییرات فرهنگی. بله. هست و اینا بسیار زمان بر. بله. تدریجی هست. پیامبر زمینه ها را آماده. بله. کرد و برای بعد از خودش هم برنامه درستی. بله. در اختیار مردم گذاشت، ولی متاسفانه بعد. بله. از پیامبر موانعی وجود. بله. داشت که. بله، کاملا درست و دقیق فرمودید. ببینید پیغمبر بستر و زمینه تحقق عدالت و فرهنگ مداری، عدالت محوری، گسترش قسط و عدل در جامعه آماده کرد، اما رفع موانع بسیار زمان بر هست. برای رفع موانع پیغمبر فرصت نکرد که آنچنان که میخواست موانع تحقق عدالت در جامعه از بین بره. مهمترین مانع هم جلسه قبل عرض کردیم که روحیه قبیله‌گرایی، قوم پرستی، نژاد پرستی بود. بله. که در بین عرب جاهل اون زمان وجود داشت. بارقه هایی و زمینه هایی و سوسوی از این انحراف حتی در اواخر دوره حیات پیغمبر مشخص بود و پیغمبر اشاراتی به این قضیه داشت و خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مفصل در جای نهج البلاغه میفرماید که پیغمبر تلاش کرد تا جاهلیت موجود در جزیره العرب از بین بره، اما و خود حضرت فرمود من هم تلاش کردم در دوره حکومت خودم که عدالت محقق بکنم و ظلم از بین بره، جهالت از بین بره، اما عرض کردم قرار نیست که در تاریخ بشر معجزه صورت بگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انسان ها همه، قرآن میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه برای تحقق عدالت مسئولن. عده ای گرفتار زخارف پست دنیوی شدن، در واقع زر و زور و تزویر اونها فریب داد. بله. و نظام قبیله ای سعی کردن که دوباره حاکم بکنند بر جامعه اسلامی
کسانی بر اریکه قدرت نشستند و از جمله اموی ها که اینها مسیر شطور خلافت را بردن به سمت بیراهه و به سمت ناکجا آباد و از کعبه مقصود دور کردند و رفتن به سمت ترکستانی که نباید می رفتن و جامعه اسلامی از ارزش های اخلاقی توهی شد. جامعه اسلامی تبدیل شد به یک جامعه که یک پوسته دینی داشت، یک ظاهر فقهی دینی داشت. در این جامعه زکات کم و بیش داده می شد، نمازهای جماعت برگزار می شد، مسجدها ساخته می شد، حج، کاروانهای حج به راه می افتاد، 100 تا 200 تا شطور به راه می افتاد، اما از عدالت در این جامعه خبری نبود. در درون این جامعه به مانند یک در واقع جوز پوچی که ظاهر سالمی داره ولی از درون دچار میکروب، دچار فساد شده، جامعه اسلامی یک چنین حالتی داشت. روابط قومی قبیله‌ای در درون سیستم حکومت جان میگرفت، بیت المال به ناحق بین افرادی که لایقش نبودن تقسیم میشد، نظام طبقاتی، نظام رانت و نظام در واقع نژاد پرستی و خون پرستی، هر کی از ماست باید برخوردار باشد و هر که از ما نیست نباید برخوردار باشه، یک چنین شرایطی بود. این جامعه به سمت بی‌عدالتی و ظلم رهنمون شد، منحرف شد. بله. اجازه بدین یک درنگی داشته باشیم، باز برمیگردیم ادامه بحث. خدمت شما دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. شما بیننده برنامه به وقت به اداره به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید. با شما بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستید مجددا سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم. موضوع برنامه ما هست تجلی اخلاق در نهضت حسینی. اجازه بدین که بدون اینکه وقت از دست بدیم برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. جناب دکتر توکلی بزرگوار، جامعه‌ای را که پیامبر 23 سال خون دل خورد، ارزش‌هایش را دگرگون کرد، از یک جامعه‌ای که معروف به جاهلیت بود، عصر جاهلیت را تغییر داد و در یک جامعه آرمانی را شروع شد. در اونجا ارزش های بسیار بسیار والایی در او جامعه به جای ضد ارزش ها با زحمت های پیامبر در اونجا نهادی نشد، ولی به فاصله بسیار کمی بعد از پیامبر این جامعه متحول شد و فاصله گرفت، به تعبیر شما از کعبه مقصود فاصله گرفت و راه ترکستان پیمود. همین پدیده و همین وضعیت در جوامع چه درس و پیامی برای ما داره؟ بله، من اولا عرض کنم که ببینید در طول تاریخ یکی از چیزهایی که قدرت آفرین بوده دین هست در جامعه. دین یک حقیقتی است که در درون خودش انرژی و ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی داره. بله. و میتونه باعث ایجاد موجهای عظیم اجتماعی و سیاسی بشه در جامعه. توده‌هار میتونه به حرکت وادار بکنه و به انسانها امید، شادی، آرزو و در واقع تعالی بخشی بده، به شرط اینکه در واقع راهبران دین انسانهای صالح باشن، انسانهای شایسته باشن و این قدرت در دست اهلش قرار بگیره. اگر این قدرت عظیم که میتونه توده‌هار وادار به حرکت بکنه، انقلابات بزرگ ایجاد بکنه، فساد در از بین ببره در جامعه و عدالت محقق بکنه در دست نااهلان بیفته، دقیقاً
عکس اون چی که باید نتیجه بده نتیجه میده. تعبیر بنده این است که دین مثل یک سکه دوروی است. قرآن هم تایید میکنه دیگه، میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن برای مؤمنین شفا و رحمت است، بله. برای ظالمین خسارت است. قول شاعر از قضا اسکنجبین سرکنگبین صفرا فوزود، بله. بله. مولانا تعبیرش اینه که میگه قرآن و دین مثل یک تناب، مثل یک ریسمان هست. تو اگر سودای سربالا داشته باشی و تعبیر از قرآن اقتباس شده، بله، بله. به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، بله دقیقاً. اگر سودای سربالا داشته باشی بخوای به آسمان بری، از این دین و از این ریسمان میتونی استفاده بکنی بری به ملکوت برسی. ولی اگر سودای سرپایین داشته باشی و در واقع اتمسفر وجود تو منفی باشه، به سمت بدی و جهالت بخوای بری، همین ریسمان میتونه تو به اعماق چاه جهالت برسونه. هشدار بسیار جدی، بله، هست. بله، بله، خیلی خیلی تعبیر و تمثیل زیبایی است. دین یک قدرته، یک پتانسیله، یک ظرفیت بالاست. اگر در دست اهل قرار بگیره میتونه جامعه به سمت سعادت و خوشبختی و عدالت رهنمون بشه، و اگر در دست نااهلان قرار بگیره دقیقا نتیجه عکس میده، یعنی باعث ایجاد تباهی، انحطاط و فساد و ظلم و تظلم در جامعه بشه. شما ببینید بعد از رحلت پیامبر اتفاقاتی افتاد که عرض کردم نباید میافتاد. به نحوی بر اثر اون اتفاقاتی که ما نمیخوایم واردش بشیم، بله. افسار خلافت افتاد در دست خاندان منحوس بنی امیه، که اینا از ابتدا به قول امیرالمؤمنین ایمان حقیقی نیاوردن به پیامبر. در فتح مکه مجبور شدن که ظاهرا ایمان بیارن برای حفظ جان، بله، برای حفظ جانشون. و ابو سفیان وقتی که میخواست فوت بکنه جمع کرد اهل قبلی خود، جمع کرد گفت که ببینید ما باید قدرت دوباره از بنی هاشم بگیریم و در اختیار بنی امیه قرار بدیم. توصیه ما به شما، در حالی که کور شده بود ابو سفیان و کسی و چیزی نمیدید، گفت توصیه ما به شما این هست که در واقع افسار شطور خلافت رها نکنین و این محکم بگیرین، از هر وسیله و ابزاری برای نگه داشتن او استفاده کنید. و اخلاف او هم این سخن شیطانی او خیلی خوب فهمیدن و گرفتن، تا رسید این خلافت به دست یزید ابن معاویه. ببینید چه شد که جامعه اسلامی از مسیر خودش منحرف شد. یک دلیلش اینه که ثروت متاسفانه در جای تزریق شد که نباید میشد. خواص جامعه توسط معاویه تطمیع شدن، عده‌ای تهدید شدن، مثل ابوذر غفاری به ربزه تبعید شد و اونقدر زر و دینار و درهم به اونها تزریق شد که دیگه جلوی چشم اونها رو گرفت. به قول امام حسین در روز عاشورا فرمود شما میدانید که حق با ما هست، اما لقمه های حرام اجازه نمیده که بر مسیر حق در واقع عمل بکنید و از مسیر حق پیروی بکنید. این در واقع تقسیم ناعادلانه قدرت و ثروت در جامعه باعث شد که قطبها و هرمهای فساد در جامعه ایجاد بشه و یک نظام طبقاتی شکل بگیره. یک اشرافیت منحوسی به نام دین، یک ظاهری از دین داره و باطن دین که عدالت باشه او دیگه نداره. یک طبقه خاصی که ظواهر دینی رعایت میکنه برای اینکه توده مردم فریب بده. یک چنین جریانی در جامعه اسلامی شکل گرفت و منجر شد به این که دین از مسیر خودش منحرف بشه. این نکته لازم اینجا عرض کنم. ببینید هیچ جامعه ای، هیچ حکومتی، هیچ در واقع سیستم سیاسی از انحراف مسون نیست. قرار نیست که اگر یک رودخانه ای بر مسیر صحیح خودش حرکت میکنه همیشه بر همون مسیر حرکت بکنه، بله. و قرار نیست که یک جامعه، ببینید شما فرمودین پیغمبر در واقع ارکان و شاکله اصلی جامعه به سمت هدایت و سعادت و خوشبختی و در واقع فلاح حرکت داد، بله. بسترها ساخت، اما پیغمبر زمان زیادی نداشت. خواص در این مسئله بسیار نقش داشت
داشتن اصحاب پیغمبر، عده قلیلی از اونها مسیر پیغمبر طی نکردن، عده کثیری از اونها بر مسیر پیغمبر بودن، اما عده قلیلی هم بودن که متاسفانه از این قدرت سوء استفاده شد. فراموش نکنیم جمله معروفی که فرمود قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. بله. اگر قدرت نام دین و قدسیت به خودش بگیره این فسادش خیلی بیشتر میشه و جامعه اسلامی رفت به سمت این که گروه های در واقع افرادی و کتله هایی درست بشه در جامعه که اینها به نام دین بر قدرت و ثروت متراکم در واقع تکیه بزنن و دینر به نحوی که دلشون میخواد تفسیر بکنن، به نفع قبیله خودشون، به نفع طایفه و نژاد خودشون. بنی امیه یک چنین کاری کرد. بله. لذا جامعه رفت به سمت انحراف و مردم، ببینید قرار نیست که مردم دائما آگاه بمانن و به تعبیر یکی از بزرگان میفرمود که این هدایت یک گولی، یک قرص، یک دارو نیست که بدن کسی بخوره و بعد معجزه بشه در اون. نخیر، امام رضا فرمود که ولتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر والا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. امر معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی رنگ باخت. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین تنها شدن، منزوی شدن، اهل حق تنها شدن، سلمان در جایی تبعید شد، ابوذر در جای دیگه تبعید شد و جامعه رفت به سمت تباهی و فساد و انحطاط و متاسفانه زمینه ها و بسترهای در واقع فاجعه عاشورا در جامعه اسلامی شکل گرفت و اتفاقاتی افتاد که بعد از شهادت امام حسین، چندین سال بعد از شهادت امام حسین، تازه جامعه اسلامی از خواب غفلت بیدار شد و اون اتفاقاتی که در واقع باعث رنجش خاطر همه دلسوزان و همه وجدانهای بیدار تاریخ شد اتفاق افتاد و متاسفانه جامعه اسلامی وقتی بیدار شد که کار از کار گذشته بود. امام جامعه، امام معصوم، حجت خدا شهید شده بود مظلومانه. بله. و ندای حل من ناصر ایشون رو کسی پاسخ نداد. خب جناب دکتر توکلی، با توجه به اینکه تا یک وقفه وقت کوتاهی داریم، من این سوال مطرح کنم، حالا پاسخش رو اگر تا جایی رسیدیم. این دنیای امروز برای مهار قدرت، شما گفتین قدرت فساد. بله. میاره. بله. مخصوصا وقتی که دین دینی اختیار قدرتمندان قرار بگیره. امروز برای مهار قدرت روش های مدرنی ایجاد شده و بعضی از کشورها در اقتصاد موفق هم بوده، وارد جزئیات هم نمیشیم. از نظر بخوایم اگر از این دین چنین سوء استفاده هایی نشه و دین و مؤمنان به اون انحراف کشیده نشه، اسلام چه راهکاری رو پیشنهاد میکنه؟ بله، پیشنهاد اسلام اینه که ببینید دین دست انسان‌هایی داده بشه که اینها، به جلسه قبل هم شاید یا یکی دو جلسه قبل عرض کردیم، از درون به آزادگی، به در واقع یک نوع خیشتنداری دینی رسیده باشن که اسیر، بله، تربیت دینی شده باشن که اسیر قدرت و ثروت نشن. بله. این که ببینید ما داریم، در روایات داریم که باید قدرت دست انسانی داده بشه که به عدالت رسیده باشه. عدالت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک ملکه ای در وجود او باشه که اگر ثروت متراکمی در دست او دادن، قدرت متراکمی دادن، ایر به نفع خودش، خانوادش و قبیلش سوء استفاده نکنه. اولا در دنیای امروز البته ترتیبات دیگری بررسی شده، نظام پارلمانی، بحث خرد جمعی. بله. و تحزب، رسانه‌ها. بله، رسانه‌های شفاف و آزاد. بله. و افکار عمومی نظارت بکنن بر قدرت. اگر هر جا قدرتی به کسی داده بشه و او شخص انسان غیر معصوم باشه و بر او نظارت نشه، از او قدرت سوء استفاده میشه، خودش هم مسئول از بازخواست و ارزیابی و بله. سپردن در چنگال قضاوت. بله. ندانه. همینجا اجازه بدین یک وقفه بگیریم، بازی بحث ادامه میدیم بعد از میان برنامه. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. Oh.
مثبت 964 780 255 40 13. بله این شماره است که برای شما بسیار آشنا هست، در روی صفحه گیرنده های شما هم نوشته شده، همکارای ما زحمت کشیدن. و پول ارتباطی ما در تلگرام و واتساپ با بینندگان عزیز و گرامی هست. شما هم از طریق همین شماره میتونید با ما مرتبط شید، همون قسمی که ارتباط دارید سوالهایتون رو میفرستید، پیشنهادهای خوبی با ما میتید، گهگاهی فرسته های خوبی به عنوان ارمغان و خدمتگزاران خودتون در تلویزیون جهانی عادی میفرستید. ما بسیار بسیار خرسند و دلگرم به این ارتباط هستیم. پس این ارتباط از طریق این شماره پررنگ تر کنید. اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. خب جامعه در قسمت چه وظیفه‌ای داره؟ بحث به اینجا رسید که قدرت خطرآفرینه و نیازمند کنترل، مخصوصا اگر این با دین قرین شود و زیر پرچم دین حرکت کنه. خب برای اینکه از دین و مخصوصا قدرت دینی سوء استفاده نشود، مردم و جامعه چه وظیفه‌ای داره؟ ببینید، ما در فروع دین چیزی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر. این بسیار آموزه متعالی و ارزشمندی است که البته در زمانهای متفاوت میتونه مصادیق متفاوت داشته باشه. خلاصه بحث اینه که امر معروف و نهی از منکر این است که جامعه اولا باید آگاه بشه، معروف ها رو بشناسه و منکر ها رو بشناسه. معروف و منکر صرفا معروف و منکر فقهی یا اخلاقی نیست. خیلی وقتها معروف و منکرها معروف و منکرهای سیاسی است، اجتماعی است. جامعه نسبت به این باید آگاهی داشته باشه. اولا جامعه باید در واقع تکیه بکنه به خواص کارآمد آگاه دلسوز متعهدی که خودخور نسبت به جامعه مسئول بدانه. این که ما بشینیم و بگیم آقا خب پیامبران بودن، اونا کارشون درست انجام میدن، یا ائمه بودن، اولیا، صلحا، علما، این کافی نیست. در جامعه باید یک سیستم نظارت جمعی وجود داشته باشه. همه افراد باید بتونن همدیگر کنترل بکنن، مخصوصا صاحبان قدرت. و این در دنیای امروز تعریف شده به صورت به شکل وجود رسانه‌های جمعی که از در واقع شفافیت اطلاعات داشته باشن، بتونن اطلاع رسانی بکنن و در جامعه اندیشه های متفاوت، سلیقه های فکری متفاوت بتونن حرف خود بزنن و از طریق تضارب آرا، اون چه که امیرالمؤمنین فرمود که اضربوا بعض الرأی علی بعض یتولد منه الصواب، صواب با صاد به معنی حقیقت. بله. فرمود آراء خودتون رو با هم دیگه در تضارب قرار بدید، گفتگو کنید. ببینید نظام گفتگو وقتی در جامعه احیا بشه مشکلات حل میشه و کسانی که قصد سوء استفاده از قدرت دارن زمینه سوء استفاده برای اونها اصلا ایجاد نمیشه. یعنی در واقع زمینه شکلگیری قده های سرطانی در قسمت های مختلف جامعه شکل نمیگیره. این جامعه وقتی یک جامعه در حال حرکت، در حال جریان باشه و یک جامعه مردابگونه ساکن راکد نباشه. ببینید آب وقتی که ساکن و راکد هست، در زیر آب در واقع جلبک ها رشد میکنن، در زیر آب موجودات زنده میمیرن، آب کدر میشه. بله، کدر میشه و او شفافیت خود، او زلالی خود از دست میده. ولی وقتی در جریان باشه، منظور ما از جریان در واقع رودخانه جامعه وجود گفتمان در جامعه است، اون چیزی که ازش تعبیر میشه در دنیا امروز به دیسکورس. یعنی اینکه ماها همه گوش شنوا داشته باشیم، نه اینکه متکلم وحده باشیم، ادعی متکلم وحده نباشن و دیگران صرفا شنونده باشن. همه بتونن به میزان حقی که ازش برخوردار هستن حرف بزنن. حقوق شهروندی در جامعه وقتی محقق میشه که طیفه های مختلف جامعه بتونن از حقوق خودشون بهره مند باشن، یعنی در واقع ما جامعه مدنی داشته باشیم، کتله های مختلف صنفی داشته باشیم. این خیلی خیلی مهمه، باعث میشه که اصلا در جامعه در واقع اختلاف طبقاتی ایجاد نشه. من برای اینکه وقت خیلی محدود هست میخوام یک نکته ای عرض بکنم. به اون نکته اینه که ببینید وقتی در جامعه امر معروف و نهی از منکر وجود داره، انسان ها یک نوع حساسیت
مثبتی دارن نسبت به قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی که در جامعه وجود داره. بله. همه خودشون رو مسئول میدونن. اگر مردم نسبت به این حساسیت های مبارک در واقع اخته بشن، بیخیال بشن و به نوعی بی‌اعتنایی اجتماعی ایجاد بشه، این جامعه آهسته آهسته میره به سمت انحطاط، میره به سمت هلاکت و نابودی اخلاقی. مهمترین عنصر اخلاق عدالت است. در جامعه که عدالت نیست، نظام طبقاتی است، نظام رانت هست، یک طبقه از یک اشرافیت ناخواسته ای برخوردار باشن، این جامعه جامعه است که در او پیام انبیا نادیده گرفته شده و پیام امام حسین نادیده گرفته شده. بله. خب این چنین جامعه خود به خود که به وجود نمی آید. بله. پس در اینجا ما به یک معمای دچار میشیم. بله. که خب مردم کی آگاه میشن، جامعه کی به چنین حساسیت میرسن؟ بله. وقتی که زمینه رشد و توسعه انسانی در جامعه فراهم شود. و این دقیقاً مسئولیت حکومت و حاکما. بله. و بله. کسایی که قدرت در اختیار داره. بله. خب ممکنه همین کسایی که قدرت در اختیار داره، حکومت دار هستن، اینها نخواهند که چنین زمینه برای مردم فراهم شود. بله. اینجا باز کار بسیار سخت میشه. بله. کار بسیار بله. جهل نگه داشته شود، مردم. بله. زمینه های رشد انسانی در جامعه متوقف شود. کمایی که ما در تاریخ اسلام داریم متاسفانه. بله. رشد علم در جامعه اسلامی متوقف شد و دچار انحطاط شدیم. بله. اینجا باز راه کار چی هست؟ ببینید، اگر حاکمان یک جامعه از درایت و تدبیر لازم برخوردار نباشند و اجازه حرف زدن به دیگران ندن، این حرفها از بین نمیره، تبدیل میشه به عقده، تبدیل میشه به بغضهای فرو خفته، تبدیل میشه به غده های سرطانی که در واقع دمل های چرکینی که در جایی که نباید سرباز بکنه سرباز میکنه. بله. و باعث فساد کل اندام جامعه میشه. اگر حاکمان انسان های عاقلی باشن و جامعه خود درست بشناسن، زمان خود درست بشناسن، به اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اندیشه اجازه سخن گفتن میدن و در چنین جامعه ای وقتی آگاهان جامعه احساس مسئولیت بکنن نسبت به زیر دستان خودشون، جامعه به سمت تباهی حرکت نمیکنه. ببینید، حضرت امیر توی بعد از این که آمدن مردم به ایشون مراجعه کردن برای قبول خلافت، چه تعبیر زیبایی داره، میگه ولولا ان اخذ الله من العلماء الا یقار رو علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حب لها علا غاربه ها. فرمود فلسفه حکومت حاکمان این است که جهل جاهلان در جامعه از بین بره و تبدیل به آگاهی بشه و مظلومیت مظلومان در واقع از بین بره. این نظام وارونه که یک عده ظالمن، یک عده مظلوم، یک عده دانا هستن و از داناییشون سوء استفاده میکنن و دیگران جاهلن و در این جهل خودشون قوتورن، این نظام باید از بین بره. نظام پیامبرپسند، خداپسند نظامی است که آگاهان دائما به فکر این هستن که جاهلان آگاه کنن و قدرتمندان به فکر. بله. این هستن که از قدرت برای گرفتن حق مظلوم از ظالم استفاده بکنن. این جامعه دائما داره خودخور رصد میکنه و داره از درون پالایش میکنه عیبها خور و به خلوص میرسه، به پویایی میرسه، به تکاپو و تعالی میرسه. در جامعه مرده، جامعه ایست که انسانهای آگاه به فکر منافع شخصی و گروهی و طبقاتی هن و انسانهای ناآگاه جاهل هم گرفتار روزمرگی و زندگی در واقع روزانه خودشون هستن. بلد. لذا یکی از درسهای امام حسین در ارتباط با بحث عدالت اینه که جامعه باید از یک حساسیت اخلاقی و سیاسی و اجتماعی برخوردار باشه و این کار خواص و آگاهان و صاحبان فرهنگ است. جامعه رو چنین بپرونه، اینجوری بپرونه. بله. اگر اجازه باشه من چند تا دیگه از این درس ها رو عرض بکنم. بحث دیگر، ببینید پیامی که در 3 دقیقه فرصت داریم. چشم، سعی میکنم خلاصه کنم. چشم. یک پیام و درس دیگه که میگیریم اینه که ببینید، بنی امیه میخواستن یک نوع تقدیرگرایی منحط، قسمتگرایی منحط در و جبرگرایی منحط در جامعه ترویج بکنن. بله. و در جلسات قبلم گفتیم به جامعه بگن آقا حکومت ما بر شما اراده خداست. امام حسین دقیقا در مقابل این فرهنگ منحط میسته و تغییرگرایی مثبت داره ترویج میکنه. میفرماید که
این که یزید بر جامعه اسلامی حکومت بکنه این خواست به اراده خدا و پیامبران نیست. میگه که اگر کسی مثل یزید فعل الاسلام از سلام از قد بلیت الامه برا این مثل یزید. فاتحه اسلام باید خواند اگر کسی مثل یزید خلیفه مسلمانان باشه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که همون تعبیری که قرآن میگه، میگه که اگر جامعه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگر جامعه اسلامی از خواب بیدار نشه و اراده تغییر حاکم فاسد نکنه و نخواد که صالحان بر جامعه حکومت بکنن، این روال ادامه داره. معجزه اتفاق نمیفته. این شطور بر مسیر برهود حرکت میکنه و صاحبان خود خود میبره به سمت ناکجا آباد، به سمت برهود، به سمت جهالت و انحطاط. اینو که دومه. این بله. که ما باید به مردم بفهمانیم که تعیین سرنوشت شما در دست خود شماست و امام حسین میخواست با حرکت خودش بگه ببینید من اراده کردم که در مسیر آگاهی جامعه حرکت بکنم. نزدیک 40 هستیم. امام حسن عسکری فرمود یکی از علامات مؤمن خواندن زیارت 40 و فهمیدن اوست. مهمترین پاراگراف، مهمترین عبارت و مضمون در زیارت 40 این است که فرمود و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بینندگان عزیز ما به این عبارت توجه کنند. صرف خواندن زیارت 40 و لغلغه زبان و نفهمیدن دلیل بر این نمیشه که ما مؤمن هستیم. و بسیاری از برنامه بله، و دعاهای دیگری که بله ببینید جدا. تعبیر این است، میگه امام حسین خون مهجه، یعنی رگ گردن، خون مبارک خودشو در راه خدا نثار کرد برای این که مردم از حیرت زلالت و گمراهی و از جهالت نجات بده. این خیلی مهمه. واعظان ما، مداحان ما، قاریان ما در جلسه های مذهبی و دینی رسالت آگاهی بخشی دارن. اگر صرفا ما یک جلسه مذهبی داشته باشیم و در او طبق یک عادت بیاد یک کسی با یک صدای خوش یک چیزی بخونه و از او جلسه پیام حسینی، پیام آگاهی بخشی بر نخیزه، او جلسه نمیتونه جلسه حسینی باشه. اگر فرصت هست تمام شد خیلی خوب باشه، بقیهش برای جلسات بعد. برنامه رو به پایان برسانیم. شما هم سپاسگزار هستیم. همینطور از بینندگان عزیز و گرامی که با حوصله مندی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که باز هم در قسمت های دیگر این برنامه با شما همراه شویم و این بحث ادامه بدیم. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی بزرگوار شبی خوب و خوش و آرامی برای شما آرزو میکنم. الله پاک یار و نگهدارتان.